تعداد زیادی از زنان و مردان شیعه و اهل تسنن کراچی در واکنش به اهانت تکفیری ها به مقدسات شیعی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. گروه های تکفیری به رهبری اورنگزیب فاروقی، سرکرده گروه ممنوع الفعالیت سپاه صحابه پاکستان، کنفرانسی برگزار کردند و در این کنفرانس اذان شیعیان را مورد هدف قرار دادند و کلمات اذان شیعیان را برابر تروریسم اعلام کرده و خواستار محدودیت آن شدند. علما و بزرگان دینی شیعیان و اهل تسنن طی سخنانی در این تظاهرات به دولت پاکستان تاکید کردند که دولت باید به کنفرانس گروه‌های تکفیری توجه کند و علیه اهانت کنندگان به ساحت مقدس امام علی علیه السلام اقدامات قانونی را انجام دهد. سخنرانان در ادامه سخنان خود گفتند علمای شیعه و سنی بر اساس سیاست پاکستان که فرقه خود را ترک نکنید و به فرقه دیگری کاری نداشته باشید با شدت عمل می کنند، لذا شهادت به ولایت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در اذان ادامه خواهد داشت و کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد.